نگاهی میکنیم به آخرین خبرها بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات عقب افتاده برای سومین بار همراه خانواده های خود مقابل استانداری رژیم در شیراز تجمع کردند به گفته بازنشستگان مطالبات ایام اشتغال 13 سال به آنها داده نشده است داروسازان در تهران روز دوشنبه در اعتراض به حذف حق فنی داروخانه ها که توسط دیوان عدالت اداری رژیم اعلام شده تجمع کردند آنها شعار میدادند داروساز میمیرد ذلت نمیپذیرد آخوند اسماعیل سعادت نجات، مشاور نیروی تروریستی قدس گفت قاسم سلیمانی مجاهدین را به درستی شناخته بود و مجاهدین را خطر جدی برای انقلاب اسلامی میدانست و به همین دلیل تا پادگان اشرف رفت خاطر نشان می شود پس از حلاکت سردشقیم قاسم سلیمانی خانم مریم رجوی گفته بود سلیمانی طراح قتل عام مجاهدین در اشرف و بسیاری عملیات تروریستی دیگر در عراق و در داخل ایران و سایر کشورها علیه مقاومت ایران بوده است. با حلاکت او چرخهای سرنگونی رژیم آخوندی هرچه سریعتر به حرکت در می آید. پاسدار محمد علی جعفری سرکرده پیشین سپاه پاسداران به نقش جنایتکارانه پاسدار دشخیم قاسم سلیمانی در سرکوب قیام در ایران اعتراف کرد. وی در توییتر خود نوشت در ماجرای فتنه 78 و 88 حاج قاسم در صحنه در صحنه مقابله با ضد انقلاب در کف خیابان بود و اقدامات مؤثری را برای کنترل ناامنی و آشوب ها انجام میداد بارها شاهد حضور او در قرارگاه سارالله بودیم اخونلم علم نماینده خامنه ای در مشهد با داغ و حسرت در مورد حلاکت سردشقیم قاسم سلیمانی چنین گفت مسئله از دست دادن یک سرمانده نظامی نیست مسئله مدیریت مقاومت جریان دیپلماسی مقاومت رو رهبری می کرد یمن رو به عراق متصل می کرد یعنی در یمن و در عراق یه نقش پیاده می شد اینستاگرام صفحه سایت رادیو تلویزیون رژیم موسوم به ایران پرس را حذف کرد. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا نوشت طی روزهای گذشته این صفحه به طور کامل از شبکه اینستاگرام حذف شد و مکاتبه با مدیریت اینستاگرام نیز به نتیجه نرسیده است. این سایت تصاویر سردشقیم قاسم سلیمانی را منتشر می کرد. ساعت ده و شانزده دقیقه امروز زمین لرزهی به قدرت چهار و دو دهم ریشتر علی آباد کتول در استان گلستان را لرزاند. این زمین لرزه که در عمق ده کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست در گرگان هم احساس شد. رژیم آخوندی برای راهندازی نمایش ورشکسته 22 بهمن در ارومیه پرسنل ارتش تحت امر خامنه ای و خانواده هایشان را در پوشش دعوتنامه وادار به شرکت اجباری کرده است. ساعت 7 و سی دقیقه امروز کابوشگر خورشیدی سولار اوربیتر از پایگاه کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب شد یک موشک اطلس V411 حامل این کاوشگر است پژوهشگران و دانشمندان امیدوارند که این کاوشگر خورشیدی اطلاعات تازه ای درباره جو خورشید بادهای آن و میدانهای مغناطیسی خورشید به دست دهد هزینه مأموریت این کاوشگر بالغ بر 1.5 میلیارد یورو می شود 6, And lift off of our solar orbit and international collaboration to give us new images and a better understanding of our life-giving star. And now, coming up on two minutes into flight.